توی نفت شد به طور واقعی با ابتکار خود استادکار هندی و کارگر هندی به وجود اومد که بعد کارگر ایرانی هم بهشون پیوستن. بعد از اون یه اعتصاب دیگه شد که کارگر ایرانی میخواستن که دستمزدشون مثل بقیه مثل هندی ها بشه. این حدود چه سال هاییه؟ این مثلا بین 1320-22 این زمان هستش. اینا توی چیز توی نفت بعد از درگیری بعد از اینی که فشارها خیلی میدونی اختلاف طبقاتی به طور واقعی تو آبادان وحشتناک بود، یعنی تمام امکانات موجود که تو کشور پیشرفت صنعتی بود اون موقع تو آبادان بود، منتها برای کارمندای نفت برای کارمندای خارجی بود، یه مقداری درجه پایین‌تر یه بخشی از کارمندای نفت ایرانیا که تعدادشون کم بود، بیشتر خارجی بودن، بیشتر انگلیسی بودن اون موقع. یعنی شما نگاه بکنید تو اون موقع از فروشگاه بسیار بزرگ مثل فروشگاهی که الان تو کشور، یعنی تمام امکانات تو فروشگاه بود، هر چیزی که می‌خواستی مثلا فروشگاهی که الان تو کشور غربی هستش اینا اون موقع، بعد باشگاه اصل تمیز آب تصفیه اون موقع تو آبادان از نظر تصفیه آب تو ایران اول بود، یه دستگاه تصفیه گذاشتن اولش برای همون بخش برم بهش میگفتن، برای برم میبردن که کارمندای عالی رتبه بودن. بعدن که درگیری ها زیاد شد و بعدها خواسته ها رفت بالا و فلان اینا، بعد ناچار آبان برای تمام آبادان کشیدن اینا، که اولش کشیدن سر کوچه ها میذاشتن به اسم بمبو بهش میگفتن که مردم بودن اونجا آور میداشتن میبردن استفاده میکردن، بعدن یواشاش تو خونه ها هم کشیدن. اون موقع مثلا باشگاه اتوبوس مسابقه از سواری بود، مسابقه باشگاه ماشین، مسابقه ماشین بود، یعنی همه چیزایی که الان میبینیم تو کشور پیشرفته صنعتی در ارتباط با چیزای تفریحی وجود داره اونجا هم بود، از جمله مثلا فرض کن همین ای کابار مبارایی که اینجا هست، برای بخش متخصص و تکنسن خارجیه، فقط متخصص و تکنسین کارمندای خارجی به طور کلی، بعد بخشی از رد بالای کارمندای ایرانی که کم کم خیلی کم بودن تعدادشون اول، بعد یواش یواش بعد از ملی شدن صنعت نفت جایگزین شدن، اینا بیشتر شدن ایرانی تا کارمندای خارجی. بعد اصولا ورود افراد غیر از خودشون تو محوطه حتی تو خیابوناشون هم ممنوع بود، یعنی مثلا کسایی میرفتن اونجا حتی خیابون قدم میزنن پلیس مخصوص شرکت نفت میگرفت اینا را میبرد تحویل کلانتری میداد، بعد کلانتری از پدر مادر یا هر کسی ضامن ضمانت میگه که دیگه اونجا پیداشون نشه، یعنی حتی نمیتونستن برن تو منطقه جایی که دیگه بخوان از باشگاهشون استفاده کنن، از سینماشون استفاده کنن، از استخرشون استفاده کنن، از چیزی اصلا امکان نداشت، غیر ممکن بود. اینا این همه این اوضاع ادامه داره تا وقتی که اولین تشکلای کارگری تو نفت شکل میگیره. آره ببینید، آره این تو دوره‌ای که به نظر میاد حزب توده اساسا مبتکرش هست. ببینید این در صورت فشارهای بیش از حد و درگیری‌های تو محیط کار و فلان، چون اختلاف طبقاتی فاحش بود واقعا، اگه بخوایم بگیم به طور واقعی آبادان تو موقعیت یه آفریقای جنوبی دیگه بود، نه بر مبنای تبعیض پوست، تبعیض طبقاتی و واقعی، یعنی ملموس، یعنی کارگرات تو زاغه زندگی میکردن واقعا، یه خونه های حصیری داشتن با حصیر درست کردن، تو خونه حصیری زندگی میکردن یه عده‌ای. بعد مثلا یه عده یک انبارای بسیار بزرگی بود، پلیتی بود، ورق بود، همش ورق آهن بود، بعد این انبارا مثلا 10 متر در 200 متر بود که قبلش توش مثلا انبار بود دیگه، وسایل می‌ذاشتن، وسایل محل زندگی شده بود، شروع محل زندگی هر بخشش رو یه خانواده گرفته بود، یه چیزای پارچه مارچه آویزون کرده بودن به عنوان حصار دورش با بند بسته بودن، شده بود مال اونا، مثلا تو اون ممکن 100 خانواده 50 خانواده هر یکی از اینا باشه، آب هم بیرون بود، نه دست نه امکانات بهداشتی و فلان اینا هیچی نداشت، یعنی اونایی که تازه ازشون بهتر بود اونجا بودن، تو اون گدام ها بودن، ولی بقیه که توی حصیرآباد و احمدآباد و نمیدونم چادرآباد و اینا که میگم اسم
بعدا هم به همین اسم موند، اسیر آباد، چادر آباد، این احمد آباد فلا اینا. تو اونجا بودن که وضع خونه شون وحشتناک بود، در حالی که بغل دستشون یارو تو خونه پنج تا کولری زندگی میکرد کارمندا. بعدن کم کم ناچار شدن برای کارمندای ایرانی هم خونه درست کنن، برای کارمندای درجه دو هم خونه درست کنن. برهنی به وجود اومد که بخش باز مال کارمندا بود نه کارگرا بود. بعد کم کم در کنارش برای کارگران بخش کم کم خونه سازی کردن به اجبار و شروع کردن به کارگران خونه دادن به کارگرا با یک به حساب رتبه بندی خاص و یک گرد بندی درجه بندی خاص خونه میدادن که مثلا باید زن داشته باشه، اینقدر سابقه داشته باشه، حقوقش اینقدر باشه، این صحبت ها که کم کم شروع کردن به اونا خونه دادن. ولی به طور واقعی یک تبعیض طبقاتی فاحش ملموس چه تو محیط کار چه خارج از محیط کار وجود داشت. و تو محیط کار هم محیط سربازخونه بود واقعا، نه اینکه کار بود، محیط سربازخونه وار بود، اونجوری بود محیط از نظر دیسیپلین محیط کار. یعنی شما کارمنده هر چیزی که میگفت چه درست چه نادرست باید اجرا میکنی. حالا به قول یارو اگر نادرست هم بود بعدا میتونی بری اعتراض کنی، مثل ارتش، یعنی باید اجرا کنی، چه راه غیر از این نداشت. در صورت اون تبعیض بود منطب برای شکل نفتن اون موقع دست کل خوزستان دست انگلیسی ها بود، یعنی فرماندار، استاندار، شهردار، رئیس شهربانی، کلانتری، اینا همش انتصابی بود، اونا تعیین میکردن که باشه. مثل حالا عمه جمعه چیه چیزی امام جمعه ها که استاندار اگه هرزه میدازه گوشی میدازش بیرون. اون موقع خوزستان هم حتی امام جمعه مسجد هم اونا انتخاب میکردن، حتی امام جمعه مسجد هم اونا انتخاب میکردن. یعنی باید انگلیسی می بود تا میذاشتنش، یه تسلط انگلستان بود تا میذاشتنش اونجا تو خوزستان بتونه بمونه. اینطوری نبود که به صاحب، یعنی همه کار اونا بودن، هیچ کس بدون اراده اونا نمیتونست کاری کنه. کاری که الان امام جمعه امامت چی میگن، امام جمعه امام جمعه دارن میکنن، کدوم که ادم استاندار میتونه بر علی امام جمعه حرف بزنه، نفس چی میبره میندازش دور. اینطوری بود. آی خسرو شهید، من به دلیل وقتمون که برای این وقت گذاشته بودم بیشتر از شما عجله داشتم که بیاییم به دوره ای که اولین تشکلات. حالا تشکلات با این فشارا فلا اینا خود چیز خود شرکت نفت ناچار شد یک مشوراهایی رو افرادی تو هر محیطی رو یه شوراهایی رو بپذیره که یک عده استادکارها با استادکارا مشکلات مطرح کنن، هر کس هر مشکلی داره بله. استادکارا با کارمندا مطرح کنن، کارمندا ببرن بالا فلان به مانع لبل این شروع به اصطلاح شکل و سازماندهی تشکل یا تو نفت اینجوری بود، از اینجا بود. مثل توی مثلا فرض کن محیطای کوچکتر مانوفاکتورا که حالا بیرون مثلا مثل پدرسالاری بود مثلا، یعنی استاد و شاگردی بود تقریبا. تو خودت نمیتونستی بری به کارمند مشکلات بگی، باید به استادکارت میگفتی، استادکار میرفت به اونا میگفت. من نبودم اون موقع، چیزی که شنیدم دارم میگم اینا. از اینجا شروع شد به اصطلاح مسئله تشکل و تشکل یابی و فلان. این چطوری تبدیل شد به کم کم به خاطر اختلافاتی که زیاد شد توی محیط کار و درگیری هایی که به وجود اومده بود و اینا، کم کم پذیرفتن که نماینده کارگر انتخاب بشه. خیلی قبل از 1320 توی 1320 علی امید که نماینده کارگر نفت بود بعد از 12 سال از زندان اومد بیرون. یعنی 1320 در نظر بگیر، 12 سال قبلش میشه 1000 چند؟ 8. یعنی اون موقع تازه به خاطر درگیری‌های